خوش اومدین به سری SMP فیکرفت. توی این سری امپراتوری مختلف به همراه اعضای خودشون که هر کدوم قوانین و پوشش های مختلف خودشون رو داره با هم مشغول تجارت و پیمان های دوستی و یا حتی اعلام جنگ میشن. ولی دروغی که نگیم که همه اینا بر سر قدرت نیست. تماما امپراتوری ها بر سر قدرت با هم دست و پنجه نرم میکنن تا بتونن قدرت هایی که در حد تصور شما هم نمیتونه باشه رو به دست بیارن و باید دید کدوم امپراتوری برترین امپراتوری خواهد بود. در ضمن خوش اومدین به فصل اول دنیای بزرگ پیکرفت. سلام بر سربازان عزیز من، خیلی خوشحالم که اینجایید بچه ها. خیلی ممنونم. اینجا دور هم جمع شدیم که بچه به پایان بدیم به این دزدی از این SMP و ما بچه ها باید حقمون رو بگیریم همیشه. اینو یادتون باشه که اگه حقمون رو بخورن حقمون رو میخورن. بله. با امیرعلی آشنا شید، کارآموز جدیدتون که اومده که ازتون یاد بگیره، انشالله بتونه به خوبی ازتون یاد بگیره. بله، خیلی پسر گوگلی و درست و بی‌نظیریه. معلومه داستانی که مطرحه اینه که بچه ها مطمئنا متوجه شدید که هی داره دایمندامون گم میشه، میگم امرالدامون گم میشه و نیستن. دایمندم گم میشه. آفرین. این زیر سر قبیله آیارچه بچه ها، یکی از ممبراشونه که من بهش شک دارم و الان من باهاشون جلسه گذاشتم تو کشتی، میریم که مطرح کنیم این موضوع رو، چون اگه همینجوری ادامه داده بشه این داستان دیگه همین لباسی که تنمونه هم در میاد. آره، باید حواسمون باشه. گرفتید؟ همه سوار کشتیاتون شیم، میریم کشتی مرکزی خودمون تا با این جلسه رو بگذرونیم. بریم بچه ها، همه ابهت کاریتون رو بگیرین. امیرعلی هم هواشو داشته باشین. خودتون نشون بدی، به عنوان کارآموز میارمت، ولی خودتون نشون بده، بگو چرا تو داری این کارو با من میکنی؟ چرا تو آیتم های ما رو میدوزدی؟ یه ضربه هم بزن تو صورتش اگه اون طرف رو دیدی. تو صورت قبیله داره نزنی اون آیارشه، تو صورت اون طرف بزن. آره. بریم. سلام بر همپیمان من آیارش عزیز. حقیقتا ما با سربازان خودمون اومدیم که به شما بگیم درباره این مشکلی که پیش اومده و حقیقتا از قبایل شما میان آیتم های ما رو میدوزدن و ما اومدیم که حالا بهش رسیدگی کنیم. و سلام بر پیکیم جان عزیز. جانم بفرمایید. متوجه شدم. پس اول که مدرک داری؟ مدرک هم داریم بله، ولی فراتر از اینه، یعنی فقط به یه مدرک نیست. یه مدرک داریم ولی چندین فقره دزدی انجام شده. بریم داخل سالن کشتی خودم بشینیم با سربازانم صحبت کنیم حتما. بفرمایید. عرضم به خدمت شما که ما دوره هم جمع شدیم که این دزدی زشت قبیح و حال به همزن رو از قبیله آیارچ بررسی کنیم. بی زحمت شیلدتو از حلقم بکش بیرون و بذارش اون دستت سورنجان. خیلی حلقم ممنونم. و این بده حسین جان، ادب حسین جان، منظورم اینه که اگر میشه که رسیدگی کنین. ما الان میریم طرف خونه همون پاروکس که مطمئنن اسمش همینه و پاروکسه. من 2 استک امرال داشتم که ایشون 2 استک رو به باد فنا داد و الان انتظار دارم که شما برخورد کنین ازش و خودش رو بیاریم ببینیم دفاعش چیه و اگه دفاع کاملی نداشت اونو زندانی کنیم. مشکلی که با این موضوع نداری؟ مشکلی که یکی از یارانمون کم میشه، درسته؟ یاراتون کم میشه، منتها میتونید شما یارای دیگه‌ای بگیرید. منتها داستانی که پیش میاد اگر که نشه و قبایل مختلفی شکایت کنن شما مورد حمله تمام قبایل قرار میگیرید. پس خوب بکن. بله. نظرت اول اینکه میشه من مدرک رو ببینم و اینکه مضمون رو ببینم؟ حتما من مدرک رو برای شما ارسال میکنم تا بتونی ببینی. و همین، این مدرک هم که دارم اینه که داره چست آریان زاکر از قبیله جوجوتسو کایزن رو نگاه میکنه داخلشو و بازش کرده. توی اون عکسی که برات میفرستم کامل مشخصه. و فقط آدرس چیزی ازش داری؟ چون تو گفتیم رئیس قبیلشی، شاید بدونی که آدرسش کجاست. بله بله.
خب کجاست؟ الان باید توی قلعه باشه. پس اگه میتونی ما رو ببر همونجا، و البته فقط همین، مشکلی نداری با این موضوع؟ چون که خواستیم بالاخره زندانی شد. خیر، اما یه مشکلی که هستش اینه که شاید هم توطئه کرده باشن، شاید هم به شما یکس داشته باشن. کاملا درسته، فقطش نگاه میکرد. کاملا درسته، ولی با چشمای خودم من این صحنه رو دیدم حسین. شاید فقط داشته نگاه میکرد. بازم حق نداره طبق قوانین که حتی چست کسی رو نگاه کنه که مال خودش نیست. اینم باید در نظر بگیرید. بهش گفتین این قضیه رو؟ بهش کامل گفتم و اولش خواست قسم بخوره، گفتم نه وایسا بعد روی جلسه داستان پیش بیاد تا بفهمیم چی بوده. درسته. آره. ولی خب الان قبلا حالا شاید، ولی خب الان پاروکس پسر خوبی شد اونجور که من فهمیدم، وگرنه تو قبلا خودم هم روش نمیدادم. خب پس دفاعش از خودش میکنه و ما اگه اوکی بود من جیل کمتری براش در نظر میگیرم. من یا اگر باید خسارت دیدم مشکل داشت خودم اصلا زندانیش میکنم. پس عالی، فقط نشونمون بده بهش که کجا هست. باشه من به پاروکس یه پیام بدم. جاشو میدونی؟ اگه میدونی که همین الان حرکت کنیم. همین الان بذار ببینم جای دقیقش کجاست، اونش که من یادم آخرین بار تو چی بودش. باشه شو تو برو بررسی کن با داستان، تو من یه دقیقه با کیلر یه صحبتی دارم. کیلر بیا اینجا. بله. کیلر تو به عنوان مشاور من و ایجی میخوام نظر واقعی تو بدونم. به نظرت دزدی این دو استک امرالدی که شده از خود پاروکس بوده؟ نظرت خیلی برام مهمه. بله دقیقاً. مطمئنی؟ آره. نه شما کارآموزی، شما بذار فعلا مهر کارآموزی خوش بشه بعد دن سرویس کن. فقط کیلر این آکواریوم هم که ساختی خیلی زشته، اینو بعدن حالا بهش میرسیم، ولی اینو یه کارش کنی بعدن. بریم. باشه حرکت کنیم. حرکت میکنیم بچه ها. پیکیم بشین پشت من، باید حواسم بهت باشه. باشه سورن، مشکلی نیست. یه گل و سوسن و یاسمن آمد، عره بهاران برر 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 آمد. آید میر شبیم و آید. بله بفهمید. خیلی ممنونم، بریم. به به چه قبیله ای آقای سورن. چه حرکتی باشه الان اینا الان ببینید دیدید. آقای سورن بیا اینجا بینم. بیا اینجا. نه بیا اینجا. منو ببخشید. بار دیگه این حرکتو ازت ببینم سورن، پوستتو میکنم. ببخشید. قبیله آیارش ما دوست هست، چرا این کارو میکنی نکبت؟ کنجکاو شدم یه لحظه، ببخشید. حسین سورن ما داریم شکایت میکنیم. دقیقاً سورن حواست باشه به این داستان. وای نزن. باشه باشه. نکنید، ساکت ساکت. نیستم باید بریم تو منفی الان 1600 ما بریم تو منفی 1200. آره 1100. مطمئنی خونش اونجاست؟ آره 1300. باشه پس عالیه. آره 1300. آره گفتش اون سمتیه. خودش هم جالب اینه مختصاتش رو میگه در صورتی که مجرم خودشه. هی بعد شاید واقعا هم گناهی نکرده، شاید هم واقعا گناه کرده نمیدونم. وایسا ببینم، پناه بگیرید. اسکول رئیس قبیلت رو داری زندانی میکنی؟ این چه کاریه؟ بچه ها این دیگه دارم مطمئن تر میشم بهش. فرار کرد، بگیرینش بگیرینش بگیرینش، حمله ورشید بهش بچه ها. داوود خدا دوست میده خار طبیعت گرد خون هفت دیست. بگیرش امیر علی، تو کارآموز منی، باید بتونی اونو بگیری. بالاخره دستگیرش کردیم. پاروکس میای به مجمع ما و تمام توضیحاتی که داری رو میدی، چون من مطمئنم بهت که یه غلطایی کردی. آها شوت شدیشون. بچه حواستون به پاروکس باشه و راهیش میکنیم به خونه خودش، تا داخل خونه خودش با خودش صحبت کنیم. بریم با من بیاین. حواستون بهش باشه بچه توی مسیر. میبریمش به خونه خودش تا صحبتاشو باش کنیم. آقای آیارش پاروکس چه کاری بود؟ حقیقتاً خودتون دیگه باهاش صحبت ها رو کنین. الان من حقیقتا این بوی این چنچو نباید بکنم تو کوچه های شهر. آه بله الان مزون نمایی بکن. آره. اصلا به هیچ عنوان پذیرفته نیست. بیا بالا که صحبت ها رو باید با همون کنیم. بیا اینجا بیا اینجا آقای تو پاروس. رئیس تو ترپ میکنی؟ یه کار کردی لاغل پاش فایسته که تحقیق بگیر. آفرین. یک، به چه دلیل شما فرار کردی اصلا؟ ترسیدم. ترسیدی و فرار کردی.
بله. کسی که گناهی نداشته باشه نمیترسه، پای گناهی نکردش وای میسه میگه من نکردم این کارو. سوسماس مشکلی نیست، ماجرای چسته. من که مورد اعتماد تو بودم. آقای حسین اصلا ما اینو کاری نداریم. چرا منو چقب کردی حالا؟ اینم کاری نداریم. چست آریان زاکر رو شما اومدی جلوی خودم بازش کردی و رفتی قشنگ طرفش. ماجرای اون چی بوده؟ چه توجیهی براش داری؟ فضولی گل کرد. آی پاروکس پس توضیح تو به من بگو قشنگ. قانعم کن. فضولی دلیل قانع کننده ای نمیشه. من رفتم سرک بکشم ببینم چی داری چی نداری، همین دیگه. اوکی. پس یه لحظه من با آقای حسینی صحبتی داشته باشم. حسین جان ادب و بیا اینجا. نه، فقط آقای حسین. فقط آقای حسین. ممنونم حمید جان. حسین من میتونم یه کاری کنم، یک ساعتشون بره زندان و یک سری از آیتماش گرفته بشه. موافق این موضوع هستی یا نه؟ کمترین حالتیه که بخوایم اینو پانیشمنتش کنیم. شاید اگر پای میستاد تخفیف میتونستیم بریم یه کار بکنیم، وسایلشو ازش نگیریم، فقط یه ساعت بره زندان. آخه وسایلشو یک سری از وسایلشو نگیریم دوباره این کارو انجام میده، اما نصف نیمش کنیم بهتره یکم به نظرم. یک سری از وسایلشو بگیریم بعد نگه داریم، یعنی مثلا حالا تو خود به عتشت ندی یا به کسی ندی، نگه داریم دیدیم پسر خوبی شد بهش برگردیم. اینو قبول دارم، ولی باید خیلی بگذره تا اینو متوجه بشیم. درسته. پس بذار ببینیم تا چقدر این براش در سبرت بشه دیگه. دقیقاً. درست. آقای پاروکس بلوزت رو به هم بده و یه دونه از وسایلت. آقای پاروکس یک، اجازه دفاع از خود میدید؟ دفاع تو کردی، مدارک هم ارسال شد برای نمید. لیدرت پس دفاع کن. میخواید بذار یه حرفم بزنم؟ من چه وسیله کم شده از آقای آریان زاکر و اصلا خود آقای آریان زاکر اصلا شکایتی دارن؟ اصلا ما کاری با آقای آریان زاکر نداریم. از من هم دو استک امرالد گم شده. اون میشه مدرکشو بگید که چیه که من برداشتم؟ دو استک امرالد؟ بله مدرکشو بگید. اونو که دیگه مدرک ندارم، ولی تو همون که اطراف آریان زاکر بودی کشتی من روبروی تو بود و یه چیز خیلی واضحیه که قطعا بخوای بیای یه بوت میذاری میرسی تموم شد. منم اصلا اونجا نبودم، کاملا اتفاقی خوردم به اونجا. با مدرک باید با من صحبت کنی، ولی بوسه الان فقط همین دوتا رو میتونم به تو بدم. مشکلی نیست. انچنت داشتین؟ کلاهش انچنت داره. اون یکی نداره. هو نداره. یه دونه انچنت دار پس بهم بده. انچنت دار. بله. بذارم بدترین چون یکم ناکبک یک. بله. مشکل نیست. آقای حسین ما اینو ضبط میکنیم به منظور جریمه و آریان زاکر بله شکایت هم داشته و به من گفته توی قبیله من، منتها نتونسته حاضر بشه و درگیر مسائل خانوادگی بوده. اینو تا اینجا میداریم و شما یک ساعت به زندان میری و بعد از یک ساعت دیگه میتونی به فعالیت روزمرت ادامه بدی. در ضمن هر گونه درگیری با هر کس داشته باشی مجازات میشی. آقای پاروکس حرفی سخنی دیگه مشکل نداری؟ من دوست دارم فرار کنم. فقط میتونید راحت فرار کنید، مشکلی نیست. بقیهش رو بشه تکی رکورد میکنم. اوکی عالی دمت. بیکیم الان صدام اوکیه؟ الان اوکیه، ولی نوشدارو پس از مرگ سراب. بچه ها یکم خدا وکیلی ناموسن بچه ها کار کنید رو سطح خود کارتون. بکیم میتونیم یه کاری کنیم برای رکورد بگم. خب حسین جان ممنون بابت کمک که باعث شدی که پاروکس بالاخره به زندان بره و اوکی بشه. حالا اون پروژهی که با قبیله ما هم داشتیم اونو باید عملی کنیم که اینم ساخته. اینه که من ممنونتم واقعا کمکم کردی و دوست خواهش میکنم. اینو برای آزمایشگاه میخوام حسین، ببینم چه ایده ای داری براش. خب رفقا دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید و
پارت بعدی بالاخره یکم باید گسترش بدیم امپراتوری و هیچ اسپویلی نمی کنم تا پارت بعدی رو با هم ببینیم. دمتونم گرم، تا ویدیوی بعدی میبینمتون. لایک و سابسکرایب و کامنت و این داستانم فراموش نشه. فعلا خداحافظ.